با درود خدمت دوستای عزیز، سوالات امتحان لبن این دوچلند رو با هم دیگه شروع کردیم تا سوال 40 معنی ها و جوابای درست رو خدمتون گفتم. حالا ادامه میدیم سوالا رو. میپرسه که در سوال 41 هست، میگه که واقوم گیبت اس این آینا دموکراتی میر آلس آینا پاتای، یعنی چرا در یک حکومت دموکراسی در حقیقت بیشتر از یک حزب وجود داره؟ گزینه‌ها میشه weil dadurch die unterschiedliche Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. به معنی اینکه در حقیقت زیرا از این طریق عقاید مختلف مردم نمایندگی میشن. گزینه دو میگه damit Bestechung in der Politik begrenzt wird. بشتشون به معنی رشوه دهی و رشوه دادن هستش. میگه زیرا از این طریق در حقیقت رشوه در عرض سیاست محدود میشه که در حقیقت بی ربط هستش. گزینه بعد میگه اون پولیتشه دمونستراسیونن سو فهیندن. دمونستراسیون همون یعنی به معنی تظاهرات سیاسیه. میگه در حقیقت تظاهرات سیاسی جلوگیری میشه. گزینه بعدی میگه اون ویرتشافتلیشن وت بورب انسوغیگن، یعنی تا رقابت اقتصادی رونق بگیره. در اینجا گزینه یک درسته، یعنی اینکه در حقیقت احزاب بسی تعداد حزبها در حقیقت حکومت دیکتاتوری یک حزبیه، تک حزبیه، حکومتی که دموکراسی از چند حزب تشکیل میشه که بتونن عقاید مختلف ساکنین اون کشور رو یا اون ایالت رو در حقیقت بازگو کنن. خب سوال بعدی میگه و بشلیست این دوچلند این نویس گزت، یعنی در حقیقت احکام جدید در آلمان توسط چه کسی وضع میشن؟ گزینه ها سیغگیرون، دولت، داس پارلامنت یعنی مجلس، دی گریشت به معنی دادگاه ها و دی پولیسای به معنی پلیس. خب در پارلمان در حقیقت قانون های جدید وضع میشن. میریم سوال بعد، گفته وان کان این دوچلند این پاتای فبوتن بردن، یعنی چه زمانی در آلمان یک حزب میتونه ممنوع الفعالیت بشه، در حقیقت جلو اون حزب گرفته بشه. When your Wahlkampf zu teuer ist، یعنی میگه وقتی هزینه مبارزات انتخاباتی آن حزب بیش از حد گرون بشه، بی‌معنیه. When sie gegen die Verfassung kämpft، یعنی وقتی که بر ضد ففاسون به معنی قانون اساسیه، در حقیقت نمیشه وقتی که اون حزب زی در حقیقت در اینجا برمیگرده به آینه پاتای، به پاتای میبارسه که در حقیقت جوابش این هستش که وقتی که آن حزب بر علیه در حقیقت قانون اساسی مبارزه میکنه. بودن سه میگه وین زی کریتیک ام شتاتس اوبرهاپت اویسان، اویسان به معنی بیان کردن، شتاتس اوبرهاپت هم یعنی میشه در حقیقت رئیس دولت. کریتیک هم به معنی انتقاده، یعنی وقتی نقد میکنن در حقیقت رئیس دولت رو. گزینه سه میگه when your program eine neue Richtung vorschlägt، یعنی زمانی که برنامه آن حزب در حقیقت جهت دیگری را در پیش میگیرد یا یه روش و یه سمت دیگری رو پیشنهاد میکنه. گزینه دو درست هست، یعنی هیچ پاتایی در آلمان هیچ حزبی اجازه نداره که ضد قانون اساسی در حقیقت مبارزه کنه. سوال بعد پرسیده که when can man als Bürger Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen، یعنی اینکه یک شهروند آلمانی چه کسی را نمیتواند مستقیما انتخاب کند. گزینه هست Abgeordnete des EU Parlaments، در واقع نماینده پارلمان اتحادیه اروپا، den Bundespräsidenten Bundespräsidentin به معنی های رئیس جمهور آلمان. گزینه سه هست Landtags Abgeordneten یعنی نماینده پارلمان ایالتی. گزینه آخر Bundestags Abgeordneten نماینده در حقیقت مجلس Bundestag یعنی مجلس شورای آلمان. خب در آلمان رئیس جمهور رو نمیتونن در حقیقت شهروندای آلمانی انتخاب بکنن. گرچه رئیس جمهور معمولا در حکومت‌های فدرالی مثل آلمان اونقدر
قدرت نداره، یعنی مثل حکومت های جمهوری دیگه نیستش که رئیس جمهور قدرت آنچنانی داشته باشه. در حقیقت در آلمان همیشه کانسلا یا کانسلاغین که الان خانم مرکل هست قدرت سیاسی و یا رهبری رو دارن. گزینه سوال بعد میگه سو ولچا فزیشغونگ گهوردی فلیگ فزیشغونگ، یعنی بیمه مراقبت و پرستاری شاخه کدامی که از این بیمه های زیر هستش؟ سوسیال فزیشغونگ، همین الان مستقیما میگیم درست، اینو فکر کنم همتون میدونین. اون فال فزیشغونگ به معنی بیمه حوادث، هاوس قات فزیشغونگ به معنی بیمه لوازم خانگی، و هفت فلیش اون فویا فزیشغونگ به معنی بیمه شخص ثالث و آتش سوزی هستش. در اینجا بیمه اجتماعی یا سوسیال فزیشغونگ درسته. سوال بعد پرسیده ده دوچه اشتاد هد فیل آفگابن، یعنی حکومت آلمان یا دولت آلمان وظایف مختلفی دارد. ولچ آفگابه گهوت داتسو، یعنی کدام یک از در حقیقت موارد زیر به این وظایف تعلق دارند. گزینه ها اباوت اشتغاسن اون شولن، یعنی ساختن مدارس و خیابون ها. افکاف لبنز میتل اون کلایدون، یعنی فروش لباس و یا مواد غذایی. ازورگ آل اینوونر اون اینوونرینن کاستنلوس میت زایتونگن، فزورگ ببخشید، به معنی این که تامین میکنه روزنامه رو برای کلیه مردم. بعضی گزینه‌ها خیلی خنده داره، ولی خب معمولا سوالات چهار جوابی یا مولتیپل چویس همینجوری هستن. گزینه بعدی میگه اپودوسیت اوتوس اون بوسه، یعنی اتوبوس و اتوبوس اتومبیل سواری تولید میکنه. خب وظیفه حکومت در آلمان در حقیقت ساختن خیابان و مدرسه و زیر ساخت ها هستش. سوال ده دوچش داد هد فیل آفگابن ولچ آفگابن گهارد نیشت داد سو، همونی گفتم باید دقت کنید که سوال چی میخواد. از قدیم گفتن فهم السؤال نصف الجواب، یعنی اول آدم باید بفهمه سوال چی میخواد که بتونه جواب درست بده. گزینه هست بتسالت فور آل اشتاتس انگهوریگن اولابسرایزن، یعنی دولت پول اولاب یا همون تعطیلات که سفری که میخواید برید و برای شهروندا رو باید تامین کنه، که خیلی گزینه خنده‌داریه. همین طبیعتاً چون بالا هم نوشته که اسکیب نو آینه ریشتیگ انتوارت، یعنی فقط یک جواب درسته. همین مشخصه که این گزینه از وظایف دولت نیست. خب چیا وظایف دولت هست؟ اتسلت کینداگل، یعنی پرداخت حق فرزند و بده. اونتاشتوتس موزین، یعنی از موزه ها باید حمایت کنه. افورداد شپورتلا اون شپورتلا، یعنی تشویق و حمایت از ورزشکاران. سوال 48 پرسیده ویلچس ارگان گهورت نیشت زو دن فرفاسونگز ارگان دورچلند، به معنی اینکه کدام نهاد متعلق به نهادهای قانون اساسی آلمان نیست. ده بوندسرات میشه مجلس سنا به نوعی، ده بوندس پرزیدنت رئیس جمهور آلمان، دی بورگر فرزاملونگن شوراهای مردمی، دی رگیرونگ به معنی دولت. خب بورگر فرزاملونگ در حقیقت جزء نهادهای قانون اساسی آلمان نیستش. پس گزینه سه. سوال پرسیده سوال 49 و بشتم این دوچلند دی شول پولیتیک، یعنی در حقیقت چه مرجعی در آلمان سیاست مدارس تو آلمان رو در حقیقت تعیین میکنن. گزینه هست دی لیغ اون لیغ اقینن، یعنی معلمین. دی بوندس لندن ایالت های آلمان. دی فامیلین مینیستریوم، یعنی وزارت امور خانواده. اون دی اونیورسیته، یعنی دانشگاه ها. خب در اینجا گزینه دو درست بوندسلندان. یعنی چی؟ یعنی اینکه سیاست هایی که برای
سیاست هایی که برای تحصیل در حقیقت تو هر بوندسلند پیش میگیرن با بوندسلند های دیگه متفاوته. به همین دلیل مثلا بایرن میگه که من کسایی که تو به فرض برلین ابیتور گرفتن یا همون در حقیقت مدرسه رو تموم کردن رو قبول نمی کنم، چون در حقیقت محتوای درسیشون تو خیلی جاها با همدیگه متفاوته. سوال بعدی میگه دی ویرچابس فرم این دوچلند انتمن، به معنی میخواد بدونه که نام سیستم اقتصادی آلمان چیست. گزینه هست فقای سنترال ویرچافت به معنی اقتصاد آزاد مرکزی، سوسیال مارکت ویرچافت یعنی اقتصاد اجتماعی، بله در حقیقت درسته، سوسیال مارکت ویرچافت به معنی اقتصاد اجتماعی بازار آزاد میشه ترجمه کرد، گلنگت سنترال ویرچافت و پلان ویرچافت. من در این جواب زیاد مطمئن نیستم و همین امتحان میکنیم. بله گزینه دو درسته، سوسیال مارکت ویرچافت گزینه صحیح هستش به معنی اقتصاد اجتماعی بازار آزاد. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعد، بدرود.